می نویسم نه
کسی داره یه عالمه روی بدنش تتو داره، مثلا میگم ازش خوشم میاد، نه که بگم عاشق اینم که مثلا منم برم بدنم پر تتو کنم، نه، من از استایل اون خوشم میاد. صورت خیلی قشنگی داره بدون هیچ میکاپی. اینا رو دارم میگم که یعنی منظورم اینه که استایلش هم به آدم آرامش میده، میکاپش خیلی مثلا کمه، یک حالتی که حالا خودتون که برین ببینید متوجه میشین منظورم، و یه حالتی که خیلی تینگلیه، به آدم آرامش میده، ریلکس میکنه آدم ها. و تعداد ویدیویی هم که گذاشته خیلی کمه، یعنی 6 ماهی که فکر میکنم داره ویدیو میذاره، ولی اینقدر سبکش خاص و موضوعات خاصی انتخاب میکنه، حالا خیلی خاص هم نیست موضوعش بگم، ولی یه بار میکاپه، یه بار مثلا اسکین کیر، چیزای مختلف گذاشته و همش هر کدومش در واقع واسه خودش خواسته آرامش بخشه. این هم خیلی ویدیوهاش ریلکسینگه، طرز بیانش، ویسپرینگش خیلی ریلکسینگه و خیلی من دوستش دارم، مدل ویدیوهاش و سبکش. و این کسی که الان میخوام بگم خب قدیمیه، از خیلی وقت پیش ویدیو میذاشته، ولی من تقریبا یک ساله که دنبالش میکنم و میتونم بگم که یکی از کساییه که یعنی شاید نامبر وان باشه توی این زمینه که من هر وقت میخوام در واقع بخوابم، واقعا میخوام که خوابم ببره. البته چند نفر دیگه هم هستن الان که یادم میاد برای خواب، برای اینکه واقعا ویدیوهاشو میبینید 5 دقیقه اول نشده خوابت برده، چند تا دیگه هم هستن، ولی خب دیگه این چند نفر فعلا الان تو لیست الان همن. ویدیوهاش واقعا آرامش بخشه، هر وقت ویدیوهاشو میبینم سریع خوابم میبره، چون به شدت خواب آوره و اکثر ویدیوهاش هم کلن در واقع پمپرینگه، یعنی رسیدگی، مثلا میکاپ، اسکین کیر، اینجور چیز هاست، حالا در حالت قالب رول پلی های مختلف. بعد و سبک اجراش و اینا خیلی متفاوته با بقیه، خیلی آرامش بخشه. بعد اون استایل لباس هایی که انتخاب میکنه هاش پرفکته، مخصوصا ویدیو هایی که توی این یک سال اخیر گذاشته، چون اکثرش صدای لایه‌ایه. برای کسایی که عاشق صدای لایه‌ایان پیشنهاد میکنم حتما ویدیوشو ببینن، چون خیلی آرامش بخشه صدای لایه‌ای و اون سبک اجراش و اینا خب خیلی خیلی خواسته. سبک اجراش شاید خیلی سبک من نباشه، ولی اون صدای لایه‌ای و اون مدل ویسپرینگش و زمزم و صحبت هایی میکنه خیلی آرامش بخشه. اسم کانالش Plain Vanilla Beans ASMR، Plain Vanilla Beans، Plain Vanilla Beans، Plain Vanilla Beans. یه کچولی اسمش سخته، اسم کانالش. خب از اینجا به بعد، از اینجایی به بعد میخوام بخونم، البته ایرانی ها نه، دو سه تا انگلیسی زبان اسم آرتیست انگلیسی زبانن که سبکشون بیشتر فست و اگرسیو، سریع و خشن، و خشن نه به معنی بیشتر تینگلی قلقلکی، و سریع اجرا میشه بیشتر ویدیوهاشون و من عاشقشم. خیلی ویدیوهای این سبکی رو دوست دارم و خوشم میاد خودم گاهی خود این سبکی اجرا کنم، ازشون زیاد ایده میگیرم. اولی کسی که حالا بیشتر این سبکیه اینجا نوشتم ساسی ساوندز ASMR، ساسی ساوندز ASMR، ساسی ساوندز، ساسی ساوندز.
بسته و به شدت تیکلی قلقلکی و تحری کننده است. خیلی تیکلی تیکلیه و ویدیوهای ریلکسینگ هم داره، ولی کلا سبکش بسته و من عاشقشم. برای وقتایی که میرم روی مود فست عالیه، خیلی رول پلی های خفنی درست کرده، خیلی باله. نفر بعدی که از اینم خیلی ایده میگیرم سبک ویدیوهاشو خیلی دوست دارم، سیمپلی کل، فکرم قبلا معرفیش کرده بودم، سیمپلی کل که ویدیوهاش خیلی فست و تینگلیه. البته اونجوری فست نیستش، تینگلیه در اینها ریلکسینگه، بیشتر تریگره، زمزمه هست دیگه، حالت چیزه مثلا رول پلی نه، ولی یه حالتی که مثلا ویدیوهایی که اسمش الان دقیقا یادم نیست انگلیسی شو، مثلا میگن کاری که من بهت میگم، اینستراکشن هایی که بهت میگم و انجام بده تا ریلکس بشی، اون سبکیه و بیشتر تریگر رو مثلا آروم کردن و ریلکس کردن و مدیتیشن تو رو در واقع پازیتیف افرمیشن اینجور چیزاست که یک حالتی یک کوچولو فست داره، یعنی اونطوری جنتلی و ریلکسینگ و اینا نیستش. اینم خیلی سبکش رو دوست دارم واقعا، ریلکسینگ و تینگلی و اینا همه با همه. خب فکر کنم که اسم آرتیستای انگلیسی زبان تموم شد، تعدادشون بیشتره به خاطر اینکه اسم آرتیست خوب که اسم آرتیستی که به انگلیسی صحبت کنه خیلی خوب داریم. ایرانی ها تازه وارد ASMR شدن، خود من تازه وارد شدم و تقریبا واسه همین خب تعداد کسی که انگلیسی زبان خیلی بیشتره، ولی مطمئنم که در آینده نزدیک کلی ASMR آرتیستای خفن ایرانی هم به جمعمون اضافه میشن و همین الانش هم کلی ASMR آرتیست خفن داریم که ایرانی هن. ولی کسایی که حالا من بیشتر نگاه میکنم سبکشون بیشتر شبیه خودمه،